از دعاهای حضرت موسی علیه السلام است. میفرماید خدایا سینه مرا باز کن، کار مرا بر من آسان کن، عقده ها را از زبان من بردار تا مردمی که مخاطب من هستند کلام مرا بفهمند و تفقه کنند. گفت یا رب شرح صدرم کن عطا، سینه ام را باز گردان ای خدا، خواهم از لطف و کرم احسان کنی، کار را از بهر من آسان کنی، ویژه من مهر خود را ساز کن، عقده را تو از زبانم باز کن، عقده بکشا از زبان و کار من تا بفهمن این و آن گفتار من. عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت همه شما مهمانان ضیافت الهی و امیدوارم که در این چند دقیقه که خدمت شما هستم باعث ضایع شدن اوقات شما نشوم. افتخار دارم که مباحث عرفانی و برهانی و قرآنی را خدمت شما گفتگو می کنم. همانطوری که عزیزان استحضار دارن، موضوع بحث ما تفسیر انفسی آیات سوره مبارکه کهف است که قسمت اول این بحث رو خدمت شما گفتگو کردیم. آیه اول را ما شروع کردیم و آیه که تلاوت شد و مباحثه شد از اینجا بود که با حمد الهی آغاز شد که خداوند می‌فرماید الحمد لله الذی، حمد اختصاص به اون خدایی دارد که انزل علی عبده الکتاب، که بر عبد خودش علی عبده کتاب را نازل کرد، در حالی که این کتاب عوجی و کجی و انحرافی ندارد و قیم است و کامل کننده ناکاملان. این آیه اول است که خدمتون گفتگو کردیم با محوریت بحث حمد. ما حمد را به لحاظ لغوی و به لحاظی که عرفا از او سخن میگویند معنا کردیم که حمد عبارت است از ثنا و ستایش در برابر امر جمیل اختیاری، و از نظر عارفان حمد عبارت است از اظهار کمال محمود. اینها رو دیگه من توضیح نمیدم، خدمت عزیزان بیان کامل اونها رو تقدیم داشتیم. اما نکته ای رو که در پایان عرائض دیشب اشاره کردم این بود که هر حمدی یک متعلقی دارد، و در اینجا وقتی که خداوند حمد را بیان میکند چه جمیلی و چه زیبایی در این آیه مورد توجه خداوند است. اون امر جبیل و اون امر زیبا و اون امری که جاذبه دارد چیست که اینجا حمد الهی به او تعلق پیدا میکند؟ همین آیه‌ای که الان داریم تلاوت میکنیم، همین آیه رو خداوند داره بیان میکنه، یعنی خداوند دارد حمد را تحقق میده. و این همونی است که من دیشب عرض کردم، محمود اظهار می کند کمال خودش را. حالا این کمالی که در اینجا هست، اون کمال عبارت است از نزول قرآن. الحمد لله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. این قسمت رو من در همین بیانی که براتون آوردم وقتی که این آیات تمام میشه، در این قسمت من گفتم که در این آیه شریفه متعلق حمد نعمت زیبای وحی و نزول قرآن است. گفتیم که همه حسنها و همه جمالها و همه کمالها بازگشت میکند به حسن مطلق، به کمال مطلق، به جمال مطلق. آیه قرآن رو خدمتون تقدیم میکنم که خداوند میفرماید که و ما بکم من نعمت فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون. هر آنچه که از نعمت به شما میرسد فمن الله است. این فمن الله است، خب این بحث فلسفی داره، بحث وجود شناسی داره. ما اشاره کردیم به این که تمام این موجودات در عالم اینها واجب بالغیرند، یعنی وجوبشون، هستیشون، کمالشون، صفاتشون بالغیر است. چون بالغیر است پس الحمد و تمام حمدها اختصاص به او دارد. و از طرفی هم و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمتهای خدا رو بخوای شمارش بکنی لا تحصوها، نمیتونی اونها رو
احساب کنی ان الله لغفور رحیم. بنابراین حمد تعلق پیدا میکند به نعمتهای الهی، به کمال و جمال و همینطور به آیات تکوینی و آیات تدوینی. حالا با توجه به این مقدمه‌ای که من خدمتون عرض کردم، در این آیاتی که خدمتون مباحثه میکنیم، آیه اول این سوره متعلق این حمد عبارت است از نزول کتاب. الحمدلله الذی، حمد یعنی تمام حمدها اختصاص دارد به اون اللهی که نازل کرده است، علی عبدهی، بر بنده خودش کتاب را، ولم یجعل له عوجا. در اینجا هم عظمت و فضیلت نازل کننده جمیل است و متعلق حمد واقع میشه، هم فضیلت و جمال اون چه که نازل میشود، یعنی قرآن در اینجا مورد توجه خداوند است و متعلق حمد واقع میشود، و هم اون قلبی که این قرآن بر او نازل شده است و گنجایش این رو پیدا کرده است که حقایق هستی رو در قلب خودش و در ذات خودش قرار بده، در اینجا متعلق حمد واقع شده. خب این آیه با وحی این سوره با وحی آغاز میشه. دیشب هم عرض کردم صدر این سوره وحی را مطرح میکند و زیل این سوره و یعنی پایان این سوره هم با وحی تمام میشود. خب در اینجا که میفرماید الحمدلله الذی انزل علی عبده، بر نازل کرد بر عبد خودش. ببینید اولا چند تا نکته است که من اینجا خدمتون عرض میکنم. نکته اول این که نفرموده است انزل علی نبیه، انزل علی رسوله، انزل علی خلیله، انزل علی حبیبه. در اینجا صفتی را که ذکر کرده است صفت عبودیت پیغمبر اکرم است. انزل علی عبده، اون وقت این عبد هم اضافه شده است به ه، یعنی این کمالی که الان در اینجا ما داریم حمد او رو به جا میاریم، منشأ این کمالاتی که در ذات پیامبر و در قلب پیامبر جا گرفته چیه؟ نبی بودن اوست؟ رسول بودن اوست؟ نه، بلکه عبودیت اوست. در اینجا عبد مطرح می شود. انزل علی عبده، یعنی اگر از ما سوال بکنن که چگونه شد که بر قلب او این آیات نازل شد، چگونه شد که این ظرف وجود او پذیرفت این حقایق را، رمز این مطلب یعنی منشأ حصول تمام این کمالات در این کلمه عبدهی خلاصه می شود و معلوم می شود که مقام عبودیت، یعنی مقامی که این میرسد به اون مقام عبودیت و عبدهی می شود، این عبدم اضافه به هو شده است، اضافه به ضمیر شده، این منشأ حصول این کمال است. با توجه به این ما در آیات دیگر هم که میرسیم و خدمتون عرض میکنیم، در آیات دیگر هم خداوند تأکید بر این عبدهی دارد. خداوند بندگانی دارد که او را پرستش میکنند، او را میپرستند. بسیار خوب. و خداوند در قرآن وقتی که این انبیا و اولیا رو میخواد بیان بکنه با کلمه عبادونا اونها رو بیان میکنه، عبادونا یعنی بندگان ما. ولی در مورد پیامبر اکرم در اینجا میفرماید که عبدهی. آیاتی که آوردم خدمتون در این آیات مربوط به معراج پیغمبر، یعنی هم سیر زمینی پیغمبر و هم سیر آسمانی پیغمبر، از این کلمه عبدهی اضافه استفاده شده است. توجه بفرمایید، در اینجا گفتیم عنصر محوری اسراء عبودیت است. یعنی چه عنصر محوری اسراء عبودیت است؟ اسراء یعنی اون سیر زمینی که پیغمبر داشت. پیغمبر اکرم دو نوع سیر داشته است، یک سیری که از او تعبیر میکنند به سیر زمینی پیامبر و یک سیری که از او تعبیر میکنند به سیر آسمانی پیامبر. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. این یه سیری است در مورد پیامبر که از او تعبیر میکنن به سیر زمینی. معراج در سوره نجم، در هر دوتای اینها محوریت با اون عبدهی است. توجه بکنید سبحان الذی، این کلمه سبحان
مصدر است به معنای تسبیح است، یعنی در اصلش هست سبحت و سبحانه، تسبیح کردم، تسبیح کردنی. سبحان الذی پاک و منزه است اون خدایی که، یعنی این سیر با تسبیح آغاز میشه و خود تسبیح هم به معنای شناوری هست. الذی اسرا که سیر داد، این سیر هم در شب واقع شده است، اصلا خود اسرا یعنی سیر در شب. سیر داد عبدهی بنده خودش را، لیلن در یک شب، باز در اینجا عبدهی آمده است، نبیهی نیامده است. در اینجا شما میبینید که محور این سیر زمینی و این اسرا با اون کلمه عبدهی هست. حالا عبدهی رو بنده توضیح میدم. به عبدهی لیلن من المسجد الحرام، در یک شبی از مسجد الحرام پیامبر را سیر داد، الى المسجد الاقصى الذي باركنا، به سوی مسجد الاقصایی که اطراف او مبارک کردیم، اطراف او را، حوله لنوریه من آیاتنا، برای اینکه ما به او نشون بدیم، آیات خودمون رو به او نشون بدیم. انه هو السمیع البصیر، خداوند سمیع است و خداوند بصیر است. اولا در اینجا میگه که خدا او را سیر داد، در مورد موسی میگه موسی آمد و جاء موسی لمیقاتنا، ولی در مورد نبی اکرم میگه ما او رو بردیم، خدا او رو برد. همینطوری که در مورد انشراح صدر، حضرت موسی از درگاه خدا درخواست میکند رب اشرح لی صدری، خدای سینه من رو باز کن، اما خداوند به پیغمبر اکرم میفرماید الم نشرح لک صدرک، آیا ما سینه تو را باز نکردیم؟ ما سینه او را باز کردیم، ما سینه تو را باز کردیم. اینجا ما این سیر را تحقق دادیم. خب مبدأ این سیر، منشأ این سیر و محوریت این سیر با این کلمه عبودیت است. عبودیت رو قبلا خدمت عزیزان عرض کردم که در اینجا وقتی که میگه عبدهی، عبد یعنی کسی که به عبودیت رسیده است و کلمه عبد با عابد فرق میکنه. عابد یعنی کسی که عبادت میکنه و این عبادتی که قرار نداره، یعنی دوام نداره، استمرار نداره، مثل اینکه بنده یک عبادتی رو انجام میدم، یک فعل عبادی رو انجام میدم. ولی عبد یعنی کسی که وجود او با این عبادت استمرار داره، یعنی خوشا آنان که دائم در نمازن، یعنی اینا دائم در نمازن، دائم در نمازن، یعنی نه اینکه بیکارن و 24 ساعت نماز میخونن، که مثلا بعضیا میان میگن که حضرت علی 80 ساعت یا حضرت علی، عرض میکنم که در قلوبی میکنن در مورد عبادت حضرت علی علیه السلام، که اون نمازی که در اینجا گفته می شود خوشا آنان که دائم در نمازن، این دوام نماز، دوام اون عبودیت است. این عبد در اینجا به معنای کسی که وجود خودش رو هموار کرد. کلمه عبد یعنی در وجود من ناخالصی وجود نداره، من هموارم. اگه در برابر یک معشوق من رام شدم، آرام شدم و در برابر او که قرار گرفتم، وجودم از همه زوائد، از همه حجاب‌ها، حجاب‌های ظلمانی، حجاب‌های نورانی، حتی انانیت، من پاک شدم، اون وجود من استعداد این رو پیدا می‌کند که در من معشوق تجلی پیدا بکند، خداوند در من تجلی پیدا بکند. حالا این تجلی چگونه است؟ بنده قبلا گفتم در قرب فرائض و قرب نوافل، در اینها هم به همین شکل قرب فرائض و قرب نوافل خدا در وجود پیامبر تجلی پیدا می کند. او خالی می شود و اوست که، اون عبدالله نیست بلکه اون شاه هست که در وجود او می خواند. این همه آوازها از شاه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. در این سوره اسراء و در این آیه‌ای که مربوط می شود به اون سید، وقتی که نگاه می کنیم می بینیم محوریت با عبودیت است. و همینطور وقتی که معراج پیغمبر اکرم مطرح می شود در سوره نجم، که قبلا من این سوره تفسیرش رو عرض کردم، باز اینجا رو هم شما عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و النجم اذا هوا، خداوند قسم یاد میکند به نجم. نجم رو معنا کردن به ستاره، اما نجم در زبان عرب یعنی هر چیزی که آشکار میشه پنهان میشه، آشکار میشه پنهان میشه. به این دلیل به کوکب و ستاره میگن نجم، که شما نگاه میکنید میگه الان آشکار شد، بعد یهو پنهان میشه، آشکار شد پنهان میشه. خداوند در اینجا قسم یاد میکند
به نجم، یعنی ستاره ای که و نجم ازا هوا، زمانی که به پایین می آیند. هوا به معنای پایین آمدن. حالا در اینجا یه معنای و نجم ازا هوا، یعنی این که سوگند به نجم زمانی که غروب می کند. خداوند قسم یاد می کند به غروب ستاره، به غروب ستارگان، چون خود این یه پدیده ایست که نشان میده که حتی ستارگان هم غروب می کند. اما معنای دقیق ترش که متناسبه با این بحث ماست، چون مسئله نزول در اینجا مطرح میشه، این نجم همون ستاره ایست که پایین می آید، یعنی اون حقیقت قرآن که پایین می آید. این نجم قرآنی است که بر قلب پیامبر نازل می شود و تنجیمی هم نازل می شود، یعنی به تدریج نازل می شود. و نجم ازا هوا، زمانی که پایین می آید، و نجم ازا هوا. بعد خداوند که قسم یاد می کند می فرماید ما زل صاحبکم و ما قوا، این کسی که صاحب شماست، یعنی همراه شماست، یعنی این پیامبری که ما داریم بر نعمت وجود او حمد میکنیم در این سوره کهف و بر اینکه قرآن بر او نازل شده داریم او را حمد میکنیم، این صاحب شما ما زله، نه زلالت در او راه دارد و نه قوایت. زلالت و قوایت، پیامبر نه قوایت دارد و نه زلالت دارد. ببینید ما در زندگی خودمون دنبال یه هدفی هستیم، اهدافی رو برای خودمون ترسیم میکنیم. اگر من هدفی رو تشخیص دادم، هدف حقی رو در زندگی خودم ترسیم کردم و تشخیص دادم، من هدف رو پیدا کردم و من آدمی هستم رشید. آدم رشید یعنی کسی که به هدف توجه میکنه و هدف رو پیدا کرده. من هدف خودم رو پیدا کردم. و اگر من همینطور گم باشم و پیدا نکنم هدف رو، سرگردان باشم، به من میگن غی و میگن غوی. از کلمه غی میاد، رشیدم از کلمه رشد، قد تبین رشد و منحل غی. خب حالا در اینجا اگر راه رسیدن به اون هدف رو پیدا کردم، من هدایت شدم، و اگر راه رسیدن به اون هدف رو گم کردم، من دچار ضلالت شدم. در اینجا میگوید این عبدهی که ما بر او این کتاب رو نازل کردیم، نه گم شده و نه اینکه بی هدفه. ما زل به صاحبکم، ما زل صاحبکم و ما قوا و ما ینطق عن الهوا. نطقی که او دارد، تفکری که او دارد، بر مبنای هوا نیست. ان هو الا وحی یوها، مگر اینکه یک وحی است. مفصل من در مورد وحی گفتم، وحی امری است که درش سرعت است و یک امر پنهانی است که به سرعت، آموزشی است که در یک آن شما دریافت میکنید حقایقی را. اینطوری نیستش که شما به مکتب برید، به مدرسه برید، به دانشگاه برید و شما تصور بکنید، تصدیق بکنید، استاد داشته باشید. نه، وحی یک شعور مرموز به صورت پنهانی است که یک بار شما این حقایق را درک میکنید. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها علمه الشدید القوا، یک فرشته ای که از یک اصابت و قدرتی برخوردار است به او تعلیم داده است. این فرشته تنزل کرده است و به او تعلیم داده است. ذو مره فاستوا، اون فرشته ای که اعتدال دارد و اون فرشته ای که بسیار بلند مرتبه است. و هو بالافق الاعلى، خواستم فقط این آیات رو بخونم، و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلا. اون فرشته ای که داریم بحث میکنیم در افق اعلاست، یا پیامبر در این مرتبه اعلا با اون فرشته قرار گرفته است. فکان قاب قوسین او ادنا، نزدیک شده، نزدیک شده، نزدیک شده به مرتبه ای و مرحله ای رسیده است که فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی به اندازه قاب دوتا کمان، یعنی به اندازه خیلی نزدیک. این قاب دوتا کمان میخواد شدت قرب را برساند. نزدیک شده است، نزدیک شده است در این سیر باطنی، در این سیر روحانی، در این معراجی که برای او بیان کردیم، فارا میرسد به این قسمت. فاوها الى عبدهی ما اوها، وقتی به این مرحله که میرسد، فاوها الى عبدهی ما اوها، توجه بفرمایید که
اولا این کلمه که میگه فاوها الی ما عبده ما اوها، یعنی نمیگه چی بهش وحی شد، چون نمیشه بیان کرد، مثل یک سرریس، مثل یک رازیست که بعد تجلی میکنه. فاوها الی عبده، همونطوری که در اون اول آیه‌ای که داریم تلاوت میکنیم عبده ذکر شده است، در سیر عرض کنم که اسراء عبده ذکر شده است، در معراج هم در اینجا این عبدهی ذکر شده است. فاوها الی عبدهی ما اوها. خب حالا توجه داشته باشید، پس بنابراین آیه اینطوری شد، الحمدلله الذی انزل الکتاب علی عبدهی. حمد اختصاص دارد به اون اللهی که نازل کرده است بر عبد خودش کتاب را. حالا این عبد اگه بخوایم در یک کلمه بیان بکنیم، این عبدی که به اون مقام اخلاص رسیده، و عبدو گفتم به معنای هموار کردن راه ناهمواره، وقتی که وجود این هموار شده، در یک کلمه عرفانی میتونیم بگیم که این فانی شده است، یعنی به اون مرحله تفنیه رسیده که فانی در محبوب شده. چون ما وقتی که سیر الالله رو مطرح میکنیم، در سیر الالله قرب مطرحه. قرب یعنی نزدیکی. وقتی که من نزدیکی به حق رو مطرح میکنم، این نزدیکی هم نزدیکی روحی است، هم نزدیکی صفتی است، هم نزدیکی فعلی است. نزدیکی زمانی و مکانی نیستش که من بگم که خداوند یه نقطه است، حالا من فاصله‌ام با این نقطه 1 متره، فاصله‌ام با این نقطه 2 متره. فاصله زمانی و مکانی نیست. قرب و بعد روحانی است، قرب و بعد صفتی است. یعنی هر مقداری که من ستار بشم، هر مقداری که من رحمان بشم، هر مقداری که من به اون صفات حق نزدیک بشم، چون الله یعنی مجموعه همه خوبی ها، هر چی که من به اون نزدیک میشم و نزدیک میشم، وجودم پر میشه، از انانیت خودم و از اون حجاب های خودم بیرون میام، به اون مرحله عبد میرسم. عبد یعنی کسی که وجود ناهموارش هموار شده است. خب در اینجا من نکته ای رو میخوام خدمت شما عزیزان عرض بکنم، و اون نکته این استش که وقتی که این قرب و نزدیکی رو ما میگیم قرب صفتی، که من برسم به جایی که به جز خدا نبینم، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. من به این قرب وقتی که میخوام دست پیدا بکنم، دو نوع قرب داریم، یکی قرب فرائض و یکی قرب نوافل. یعنی ما بالاخره در این سیری که برای ما ترسیم میشه، یک سلسله راهکارهایی داریم. این راهکارها یا در اون واجبات ماست یا در اون نوافل ماست. نفل یعنی زیادی. اومدن دو نوع قرب رو مطرح کردن، یکی قرب نوافلی که قرب فرائض. در قرب نوافل خدا میشود دست این انسان، خدا میشود چشم این انسان، خدا میشود گوش این انسان. اینو میگن مرحله عقل، یعنی مرحله ایست که اگر او میگوید، اگر این میگوید، این نیست که میگوید، اوست که میگوید. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. این حدیث رو، حدیث قدسیه، بهش میگن حدیث قرب نوافل. توجه بفرمایید، خداوند میفرماید، احادیث قدسی رو از ذات خدا صادر شده است، خداوند میفرماید ما تقرب عبد الی بشیء، هیچ بنده ای نیست که به من نزدیک بشه، به یه چیزی میخواد به من نزدیک بشه. چگونه باید نزدیک بشه؟ احب با الیه ممف ترست و علیه، اون چیزی که محبوب تر از پیش من و باید به اون وسیله به من نزدیک بشه، اون چیزیست که من بر او فرض کردم، یعنی راهکارهای من به او ارائه دادم که با این راهکارها حالا این باید بیاد و به من نزدیک بشه. اون چی است؟ اون فرائضه. در فرائض انسان به فنا میرسه، چون انسان در نوافل یه مقدار خودش رو میبینه، اما در فرائض از خود میاد بیرون. مما افترست و علیه و انهو لیتقرب و علیه، به من نزدیک میشود، نزدیک میشود، نزدیک میشود به نافله، یعنی به وسیله اون نوافل، که اینو میگن قرب نوافل. حتی احبه، تا این که محبوب من میشود و من او را دوست دارم. اینجا اون حرکت حبی مطرح می شود. فاذا احببته، وقتی که من محبت به او پیدا کردم و حرکت حبی
تحقق پیدا کرد به یه جایی میرسه که کنتو سمع الذی یسمع به، من میشوم گوش او، گوشی که با آن میشنوم، و بصره الذی یبصر بها یا یبصر بها، و من میشوم چشم او، چشمی که با آن میبینم، و لسانه الذی ینطق به، من زبان او میشم زبانی که با او سخن میگه، و یده التی یبطش بها، من میشوم دست او، دستی که با او راه میرود، خدا میشود دست او، خدا میشود چشم او، یعنی او با چشم خدا میبیند، او با دست خدا حرکت میکند، او با دست خدا سخن میگوید. اینو میش میگن مرحله عبد، عبدهی که در آیه آمده است، منظور از عبدهی این است. و قرب فرائض، این قرب نوافله، قرب فرائض این انسان میشود دست او، این انسان میشود چشم او، این انسان میشود اراده او. در اون جایی که میفرماید که ما اینها رو خارشون میکنیم به دست شما، به ایدی کم، به این قرب اشاره میکنه، و آیه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما هم همینطوریه، به این قرب اشاره میکنه. خب عرض میکنم که معناش هم که اینجا براتون ذکر کردم و آقای مطمئن زاده هم زحمت کشیدن برای شما فرستادن. در دفتر چهارم بیت 79 مولانا میفرماید چشم او من باشم و دست و دلش، چشم او من باشم و دست و دلش، تا رهد از مدبری ها و مقبلش. خدا میگه، این از زبان خدا داره بیان میکنه، یعنی همین حدیث قرب نوافه که من میشوم دست او، من میشوم دل او، من در او ظهور پیدا میکنم. هرچه مکروه هست چون شد او دلیل، سوی محبوب، سوی محبوبت حبیب است و خلیل. تمام اینها از نظر او حبیب می شود و دوست داشتنی می شود. مطلق آن آواز خود از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. یه جور دیگه اینو خوندن، این همه آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. مطلق آن آواز خود از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. گفته او را من زبان و چشم تو، من حواس و من رضا و خشم تو. اینو میگن فناء فی الله در عرفان. رو که بی یسمع و بی یبصر تویی، برو که تو به وسیله من میبینی و به وسیله من میشنوی تویی. بی یعنی به وسیله من. سر تویی، چه جای صاحب سر تویی؟ تو اصلا خودت سر شدی، نه اینکه صاحب سر، خودت اصلا یک راز شدی. وجود پیامبر میگه این قیامت شده است، خود اون شده از سر. چون شدی من کان لله از وله، از این حیرانی و وله، وقتی که برای او شدی اونم برای تو میشه. من تو را باشم که کان الله له، که توی گویم تو را گاهی منم، من میگم تو ولی اون تو یعنی من. یعنی اینجا این اتحادی که صورت میگیرد، اتحاد عاشق و معشوق. هرچه گویم آفتاب روشنم، هر کجا تابم، یعنی وقتی که من میام در وجود تو، وقتی که من میتابم، در هر جایی که بتابم، ز مشکات دمی، یعنی از این نفس من و از این دم من که به صورت یک چراغ دان است، که قبلا چراغ دان رو گفتم، حل شد آنجا مشکلات عالمی. ظلمتی را که آفتابش بر نداشت، اون ظلمتی که آفتاب نمیتونه او رو برطرف بکنه، از دم ما گردد آن ظلمت چو چاش، خواه بین نورش ز شمع قابلین. که این ادامه داره، من دیگه ادامهش ندادم. حالا با توجه به این توضیحاتی که من به سرعتم گفتم، ببخشید، فقط خواستم که به این کلمه عبدهی شما توجه بکنید. برگردیم به آیه‌ای که داشتیم تفسیرش رو میگفتیم. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب، حمد اختصاص دارد به اون اللهی که نازل کرد بر عبد خودش کتاب را، در حالی که این کتاب دو تا خصوصیت دارد. خوب توجه بکنید. ولم یجعل له عوجا قیمن، در اینجا دارد قیمن، این دوتا خصوصیت، این در این کتاب عوجی نیست. عوج یعنی کجی، یعنی انحراف، یعنی تضاد، یعنی تناقض. توجه داشته باشن خانم ها و آقایون که این الکتاب که در اینجا گفته می شود، خود کتاب که ما یاد این کتاب هایی می افتیم که الان پشت سر منه، اما خود کتاب یعنی هر آنچه که در او چیزی نقش ببندد، و کتاب به معنای امر تثبیت شده است. وقتی که میگه کتب نوشت، یعنی تثبیت شده. ما پنج کتاب داریم، یعنی پنج عالمی داریم که در اون عالم نقشی صورت گرفته است. کتاب اول کتاب طبیعت،
این کتاب طبیعت، خود این طبیعت و خود این یونیورس یعنی عالم طبیعت خودش یک کتاب است. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار. کتاب دوم کتاب ملکوت، کتاب ماورای طبیعت، این کتاب ملک و اون کتاب ملکوت. ملکوت بر وزن فعلوت و هر چی که در زبان عربی بر وزن فعلوت میاد مبالغه رو میرسونه، مثل اینکه میگیم طاغوت. طاغوت اینجا مبالغه تقا و طغیان است، یعنی کسی که زیاد طغیان میکنه. رحموت، توقوت، رحموت یعنی کسی که رحمت درش زیاده. ملکوت یعنی عالمی که اگر اون ظهور پیدا بکنه بر انسان، تمام ملک ها و ملک ها جان به جان آفرین تسلیم میکنه. یعنی ملک ها و ملک ها اصالت و استقلالشون رو در برابر اون ملکوت از دست میدن. عالم ملکوت هم یک کتاب است، طبیعت کتاب است، ملکوت کتاب است. کتاب سوم کتاب وجود انسان، خود این انسان هم یک کتاب است. خود وجود انسان، شما همتون کتاب هستید و این کتاب شما باید خونده بشه. اقرا کتابک، در قیامت میگن کتابت رو بخون. کفا به نفس کل یوم حسیبا. سوم کتاب وجود انسان. چهارم کتاب وجود انسان کامل، یعنی اون عقول کامل، اون انسانهای کامل. کتاب وجود انسان کامل. پنجم کتاب تدوینی، یعنی قرآن، یعنی تورات، یعنی انجیل. این پنج کتاب رو وقتی که شما در نظر بگیرید، در این پنج کتاب یه شعوری حاکمه که همه اینها با همدیگه تناسب دارن. یعنی در کتاب طبیعت اعوجاجی نیست، کجی وجود ندارد، تضاد و تناقضی صورت نمیگیره. در فعل خداوند عرض میکنم، یعنی این نگاهی است که عارف داره. در کل پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. یعنی پیر ما اصلا خطایی نمیبینه که بگیم آفرین بر نظر پاک خطا پوشش. نظر پاک خطا پوشش یعنی اصلا خطایی نمیبینه، توجه داشته باشید. پس بنابراین در این کتاب ها اینا با هم دیگه هماهنگی دارن، هماهنگن. یعنی کتاب تدوینی، کتاب تشریعی که کتاب تدوینی یعنی قرآن، با کتاب طبیعت، با کتاب ماورای طبیعت و ملکوت و کتاب انسان و کتاب انسان کامل همراهی و هماهنگی دارد. از این جهت میگن این دین فطریه. فاقم وشک لدین حنیفن فطرت الله. چرا میگن فطریه؟ برای اینکه مطابق با طبیعت و فطرت انسان است. چیزی که مخالف با طبیعت و فطرت انسانه، شما در این دینی که در اون لایه از دینی که داره مطرح میشه شما مشاهده نمی کنید. بنابراین در اینجا میفرماید که ایوجن در این کتاب، حالا این کتابی که بر قلب پیامبر نازل شده، در این کتاب شما ایوجی مشاهده نمی کنید، یعنی کجی، انحرافی و تضادی و تناقضی مشاهده نمی کنید. غیمن، حالا که این ایوج در او مشاهده نمی شود، انحرافی در او مشاهده نمی شود، این غیم. قیم یعنی چی؟ قیم از کلمه قوامه میاد. قام یعنی ایستا، قام یقوم و قام یعنی ایستا. قوام، قائم یعنی کسی که ایستاده. قوام یعنی کسی که علاوه بر اینکه خودش ایستاده، دست دیگران را میگیرد و اونها را هم مستقیم میکند و اونها را یاری میکند. از این جهت آیه الرجال و قوامون علی النساء این حقیقت رو بیان میکنه که مردان باید کمک کنن در نظام خانوادگی باعث قوام زنانشون بشن. خب پس بنابراین قوام. حالا قیم یعنی چی؟ قیم یعنی آنی که من ناقص را به هدفم میرسانم، آن کاملی که من ناکامل را تکمیل میکنم، اون رحمت واسعی که اون رحمت ناقص من را تتمیم میکنم. دست منو میگیره، مثلا میگه آقا ایشون قیم من است، این قیم، من صغیرم، من ناقصم، این قیم دست منو میگیرم. در اینجا خداوند قرآن را به عنوان قیم معرفی میکنه. میفرماید که حمد اینجا تعلق پیدا میکنه. بر چی؟ بر اون کتابی که ایوجی در او نیست، قیمن. این قیمن که در اینجا گفته میشود، این قیمن یعنی آنی که، یعنی اون قرآنی که چون ایوجی در او نیست میتواند تو رو اداره کنه و میتونه تو رو هدایت بکنه. اما حالا اگر کسی به ما میگه آقا این همه قرآن بوده توی جامعه بشریت، این همه از قرآن سخن گفتن، پس کو اون آثاری که قرآن باید
داشته باشد، در اون جایی که به اون انفس قرآن و به اون باطن قرآن توجه کردن، نعمت ها و رحمت هاش مشاهده شده. ولی در عوض کسانی هستن، در برابر کسانی هستن که از قرآن گمره شدن. مولانا میگوید که بلکه چون که از قرآن بسی گمره شدن، زین رسن قومی درون چه شدن. به وسیله همین قرآن یه عده رفتن در چاه و در چاه نشستن، با هم دیگه تو سر کله هم دیگه دارن میزنن. مرسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. خب حالا توجه بفرمایید، قیما این قرآن را که نازل کرده است، لینذر بأسا شدیدا من لدنه و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. این برنامه‌ای که آمده به نام وحی و قرآن دو تا خصوصیت داره. یک خصوصیت این که در انسانها تهدیدها رو به انسانها گوشزد میکنه، انسانها رو برحذر میدارد از خطرات، اینو بهش میگن انذار. یه حالی دارد این کتاب که انذار میکند. انذار یعنی آگاهی، که در اون آگاهی تهدید وجود داره. ما توجه میکنیم که در این عالم تهدیدهایی برای ما وجود داره، شرهایی برای ما وجود داره، که این شرها و تهدیدها به صورت دشمنان داخلی، یعنی در از درون من، نفس من، و خارجی که حالا تعبیر می شود به اهریمن، به شیطان، به حکومت سیاه، به حکومت ظلم. این تهدیدات و این شرها و شرارتها و دامها و زرها و دانها دارن منو تهدید میکنن. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد. دو تا سوره آخر قرآن این رو تفسیرش رو عرض کردم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. در سوره اول خداوند میگه پناه ببرید به رب فلق از شر آنچه که آفرید، و من شر غاسق اذا وقب از شر شب چون درآید. یعنی شب اینجا چیه؟ شب، شب مگه شره که ما باید پناه ببریم از شب به خداوند؟ نه، این شب سیمبولیکه. این شب یعنی سمبول جهل انسان، سمبول ظلم، اون هم ظلم مقدس و جهل مقدس. جهل مقدس یعنی جهلی که توجیه دینی بشه، ظلم مقدس یعنی ظلمی که توجیه دینی بشه. انسان باید بترسه، انسان باید از یک حکومت ظالم بترسه، انسان باید بترسه از سرنوشت بچه‌هاش. از این جهت اینو بهش میگن انذار. و من شر نفاثات فی العقد، از شر اون جادوگرانی که میان میدمن، توطئه میکنن، گره ها رو باز میکنن. حالا در اینجا نفاثات رو به صورت مؤنث آورده، در ترجمهش نوشتن زنان جادوگر. البته زن به دلیل عظمت و قدرت و لطافتی که دارد، که تحت تأثیر قرار میده انسانها رو، در طول تاریخ مورد سوء استفاده واقع شده. الان در هالیوود، در بالیوود، در این فشنها شما مشاهده میکنید این نفاثات از این طریق میان. نفاثات حالا یا قدرت هایی که در عالم اینها میدمن پیوندهای اجتماعی رو خراب کنن، پیوندهای خانوادگی رو از بین ببرن. و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد، از شر کسایی که رشک میورزن نسبت به شما و حسادت میکنن. اینا چیه؟ اینا تهدیدهایی تو این عالم. شما هر قدمی که برمیدارید یه تهدید وجود داره، تهدید بالاتر. قل اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم به پروردگار مردم، ملک الناس، به پادشاه مردم، اله الناس، معبود مردم، من شر الوسواس الخناس، از شر اون وسوسه‌گری که در درون من پنهان. خناس یعنی پنهان، و هی میره میاد، میره میاد، میره میاد، ولم نمیکنه. الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت و الناس، که وسوسه میکنن در قلب انسانها، حالا یا پوشیدن یا آشکارن. خب اینجا وقتی که وحی میاد، من با این وحی مواجه میشم، این مکتب انذار میکنه منو، یعنی خوف در من ایجاد میکنه. نظام تربیتی متقنه و دقیقه که متقنه و ترس و خوف هم باشه. یعنی شما فرزندتو یا شاگردتو یا کسی را که بهش عشق میورزی و با او ارتباط داری، گاهی او رو میترسونی، گاهی حرفی به او میزنی آرامش او رو به هم میزنی، گاهی حرفی به او میزنی که برای او شادی نداره اما او رو به خودش میاره.
انبیا با ما رفتاری میکنن که ما به خودمون بیایم، اما در اون جایی که میخوایم به خودمون بیایم ناراحت هم انسان میشه، شادیش هم گرفته میشه، استرابش هم به هم میریزه. شما به من میگی که آخه این چه حرفی بود به من زدی که منو اینجا به هم ریختی؟ من اگر به هم ریختم، من نوعی رو عرض میکنم، بنده که در مقامی نیستم، من نوعی برای این تو رو به هم ریختم، برای که به خودت بیای، احساسی عاطفی در تو ایجاد کردم که با این احساس و عاطفه به اون انذار برس. در اینجا میفرماید که این نزول وحیی که صورت گرفته است، کتابی که بر قلب این پیامبر نازل شده، لینذر بأسا شدیدا، یعنی از بأس شدید، یعنی از این تهدیدهایی که شدیدن به ما انذار بده، من لدنه از نزد او، یعنی پیامی میاره از نزد او که برای ما این پیام این است که به ما انذار میده. خب مسئله خوف. و در کنار او و یبشر المؤمنین، و بشارت میدهد به مؤمنین، یعنی در کنار این خوف و در کنار این انذار ما باید بشارت هم داشته باشیم، یعنی شادی هم باشه، یعنی امید هم باشه، یعنی شما امید رو تقویت میکنید، در کنارش خوف رو هم تقویت میکنید. خوف و ترس اگر نبود بیمارستان ساخته نمیشد، اگه ترس نبود علم پزشکی به وجود نمی آمد، صاعقه و زلزله و طاعون و بیماری و جهل بشر رو نابود کرده بودن. این خوفه و این انذاره. حالا در امر اسپیریچوال و معنوی هم این کتاب که عوجی در اونیست و قیم است، این نازل شده که بیاد این پیامبر، انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الالله به اذنه و سراجا منیرا. این آیه رو من بارها خوندم، انا ارسلنا که ما تو را فرستادیم شاهدن، تو شاهدی، تو در اینجا شهیدی، تو شاهدی، تو ناظری، تو ملاکی، شاهدن و نذیرن و بشیرن و نذیرا، هم بشارت میدی هم آگاهی میدی، و داعیان الالله، مردم رو به خودت نمیخونی که به تو توجه کنن، بلکه الالله میخونی، و سراجن منیرا، و چراغ نورانی هستی. در اینجا میفرماید و یبشر المؤمنین، و این کتاب آمده است که بشارت بدهد به مؤمنین. حالا مؤمنین را در اینجا معرفی میکند، این بشارت شامل حال مؤمنین میشه. ببین اینجا بحث ایمان مطرح میشود. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. مؤمن را معرفی میکنه برای ما. ایمان، مؤمن یعنی کسی که وجودش به امن رسیده، به امنیت رسیده است، به آرامش رسیده است، چشمش درش امنیت است، دستش درش امنیت است، زبانش درش امنیت است، ازدواج با او درش امنیت است. این آیه میگوید که این مؤمنین، حالا مؤمنین چه کسانی هستند؟ در تمام جا به جای قرآن وقتی که مؤمنین میخواد معرفی بشه، الذین یعملون، آمنو و عمل الصالحات، آمنو و عمل الصالحات، یعنی ایمان فقط یه باور نیست، ایمان یه اعتقاد نیست که من اعتقاد داشته باشم که امانت خوبه، اعتقاد داشته باشم که صداقت خوبه، اعتقاد داشته باشم که نفاق بده، اعتقاد داشته باشم که اگه ساحت‌های وجودی من جدای از هم باشم، حرفم یه چیز باشه، عملم یه چیز باشه، این شره و این بده، بلکه فقط این باورها نیست، فقط این دانستن‌ها نیست، بلکه جزء مهم این ایمان عمل و عمل صالح است، که اگر یه مرکبی بود، مرکب یعنی چیزی که ترکیب شده، اجزاء او اگر نبودن اون مرکب هم نیست، جزء تعیین کننده ایمان عمل صالح. اگه کسی بخواد ایمان رو تعریف بکنه، در تعریف ایمان باید بگوید که ایمان عبارت است از تجلی عملی باورهای یک قلب معتقد به خدا. معنای ایمان اینه، تجلی عملی باورهای یک قلب معتقد به خدا. یعنی اگه تجلی عملی نبود ما او رو ایمان نمینابیم. بنابراین میگه تمام وجود او باید تبدیل به انرژی بشه، و این انرژی نامش هست عمل صالح. دستش خدمت به مردم باشد، پاش برای مردم حرکت بکنه، زبانش برای دیگران باشد، عشق را گسترش بده. این رو میگن عمل صالح. حالا در اینجا فعل مضارع یعملون الصالحات، فعل مضارع در قرآن هر جا که میاد دلیل بر استمرار ده، یعنی همیشه، نه اینکه یه عملی انجام بدن، اصلا زندگیشون و حرکتشون
و سازماندهیشون این است که یعملون صالحات. اینها رو هم بشارت میده، ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیه ابدا، در حالی که اینها جاودانه هستند. اینها کسان مکس یعنی ماندنی که ابدیت داره. این مؤمنین عمل صالحی که انجام میدن، همین عمل صالح اونها وقتی که کشف میشه، عمل صالح اونها مزد اونهاست و همون بهشتی است که و اما من خوف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. کسی که به مقام خوف رسید و نهی نفسش هم نهی کرد و با اون بشارت ها اومد حرکت کرد، از فرصت ها استفاده کرد، تهدید ها رو کنار زد، ترک داشت و اعراض و اقبال هم داشت، این دیگه مکس میکنه در همون نعمت و در همون مرحله که است. این آیات هم آوردم که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه. خب در آخر این قسمت بحثم یه جمله از امیرالمؤمنین بنده آوردم که ببخشید اینها یه مقداری باید در جای خودش مطرح بشه، شما بعدا مراجعه بفرمایید اینها رو ملاحظه بکنید. از امیرالمؤمنین وقتی که سوال میکنن که حالا این مؤمنی که هم در حال خوف است و هم در حال رجا است، هم بشارت با او همراه است، هم انذار، این ایمان چیه؟ و سؤال عن الایمان، سوال شد از علی علیه السلام ایمان چیست؟ امیرالمؤمنین فرمود فقال الایمان علی اربع ادعا. ایمان چهار تا پایه داره و هر کدوم از این پایه ها چهار تا شعبه دارن، چهار ضرب در چهار میشه 16. ایمان 16 جزء داره، شما توجه بکنید این اجزای ایمان. و سؤال علیه السلام عن الایمان فقال الایمان علی اربع ادعا، علی صبر و الیقین و العدل و الجهاد. انسان وقتی که میخواد حرکت بکنه، وقتی که میخواد در برابر این تهدیدها خودش رو کنار بکشه و محافظت بکنه در برابر این تهدیدها و از طرفی اون فرصتها رو به استخدام بیاره، سخته. این حرکتی که میخواد بکنه شکیبایی میخواد، ایستادگی میخواد. بنابراین تا اون ایستادگی نباشه ایمان جوانه نمیزنه. بنابراین پایه اول ایمان و رأس ایمان و سر ایمان صبر است. صبر و یقین و عدل و جهاد. صبور باشیم، معرفت داشته باشیم، عدالت داشته باشیم و مجاهد هم باشیم، جهاد و تلاش هم بکنیم. حالا و صبر منها علی اربع شعب، اگه بخواد به اون صبر برسه چهار تا شعبه داره این صبر. اول اینکه شوق داشته باشه. شما اگه در کار شوق نداشته باشی، عشق نداشته باشی، صبوری میکنی؟ الا یا ایها الساقی عدل کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، شما صبوری نمیکنی. و صبر منها علی اربع شعب، علی شوق و شفق. شفق یعنی چی؟ یعنی ترس، یعنی بکنم نکنم، یه حالت ترسی داره، یه حالت خوفی داره، حالت انذار داره. و زهد، زهد یعنی کم بسنده کردن به دنیا. اگر بخواد این عرض کنم به اون صبوری برسه، اگر بخواد خودشو رها کنه و خودشو ول کنه، خب این نمیتونه صبور باشه، باید ترک کنه، باید قدرت و توان این رو پیدا کنه که بتونه ترک بکنه. بنابراین امیرالمومنین میفرماید و زهد و ترقب. ترقب یعنی از کلمه رقبه میاد، یعنی گردن کشی، یعنی هی مراقبه بکنه، هی ببینه نوبتش کی میشه، فرصت ها رو در نظر بگیره. این امشب رفت، شب دوم ماه مبارک رمضان تمام شد، این همینطور این فرصت ها رو من دارم از دست میدم. یه حالت ترقب داشته باشم، حالت گردن کشی، حالت انتظار. پس بر شوق است و شفق است و زهد و انتظار. ولی یقین و منها علا اربع شعب، یقین هم چهار تا شعبه داره. علا تبصرت الفتنه، فتنه یعنی زیرکی، بصیرت، باید من بصیرت داشته باشم، من بصیرت زیرکانه باید داشته باشم، من همینطور سطحی نباشم، در قشر نباشم. برای که بخوام به اون بصیرتم برسم باید یه اعمالی هم انجام بدم، از جمله اینکه زبان خودم رو کنترل کنم. اگه من زبان خودم رو کنترل بکنم، من به اون بصیرت میرسم. اینا همه توی اون بشارتی است که و یعملون الصالحات. و تعول الحکمه، شعبه دوم یقین اینه که این بتونه تعول، اول یعنی ابتدا، یعنی تعول یعنی ریشه یابی، حکمت هم یعنی حکیمانه، هر کاری رو ریشه یابی حکیمانه بکنه، یعنی ریشش چیه.
من اگر اینجا سخنرانی میکنم برای چی دارم سخنرانی میکنم؟ اگر من در یه مجلسی سکوت کردم چرا دارم سکوت میکنم؟ ریشیابی حکیمانه بکنم. اگر من در اینجا ضرر کردم چرا ضرر کردم؟ ریشیابی حکیمانه بکنم. و موعظت الابره بتونه عبرت بگیره، حوادث رو که نگاه بکنه بتونه خودش رو عبور بده و خود همین عبور دادن برای اون موعظه ای باشد، برای اون وعظی باشد. و سنت الاولین به اولین هم توجه کنه، بره در زندگی گذشته ها از اونها عبور بکنه و خودش رو ببینه. و اما عدالت و عدل، بل عدل منها علی اربع شعبه، عدل هم بر چهار شعبه است. علی قائس الفم، قائس یعنی قواس، میره تو آب باید فرو بره، قائس الفم یعنی درک نیکو داشته باشه. و غور العلم، این علمی داشته باشد که اون علمش غور کرده باشه، علم سطحی نباشه، قشری نباشه، نگه من شنیدم، صدق و کذب رو در نظر بگیر. چون اگر صدق و کذب رو در نظر نگیره این نمیتونه عدالت رو برقرار کنه. اگه فهمش قائس نباشه نمیتونه عدالت رو برقرار کنه. و ظهرت الحکم، و حکم زیبا هم بده، قضاوت اینقدر راجع به دیگران نکنه و حکمش زیبا باشه. و رساخت الحلم، حلم و بردباری داشته باشه. اگه آدم حلم و بردباری نداشته باشه و عجول باشه نمیتونه عادل باشه و ایمان در این تضعیف میشه. و آخر ول جهاد منها علی اربع شعبه، علی الامر بالمعروف. جهاد این است که من وقتی که جهاد میکنم، جهاد یعنی نه که اسلحه بگیری بری بجنگی، در یه جایش هم اگه بخوام دفاع کنم باید بجنگم، اما جهاد، جهاد دعوت داریم، یعنی من با عملم دیگران رو دعوت میکنم. جهاد تربیت داریم، من تربیت میکنم فرزندانم رو، اون مجاهد است. جهاد در تنظیم خانواده، اینا همه جهاده. جهاد در تنظیم اجتماع، جهاد در دستگیری انسانها. حالا علل امر بالمعروف، امر به معروف، امر به معروف یعنی که گونمگو دستم بگیرم خانم فلان کن، آقا فلان کن، نه، امر به معروف یعنی خودم به اون چی که میگم عمل بکنم، همین میشه امر به معروف. کونو دعا تناس به غیر السنتکم، پیغمبر میگه یعنی با زبان، با غیر زبانتون مردم رو به ما دعوت بکنید. با حالا که در ایران ما برعکسه، همش حرف زده میشه، ولی شما وقتی که میای توی جامعه، جامعه‌ای که نام پیامبر بر اوست، این جامعه جامعه پیامبر پسند نیست. علل امر به معروف و نهی عن المنکر، ناشایستگی ها رو از خودم دور بکنم. وقتی دور کردم میشه نهی از منکر. و صدق فی المواطن، من صداقت داشته باشم در جاهایی که باید حضور داشته باشم، اونجایی که باید کمک کنم بیام کمک کنم، آقا خانوم، اونجایی که باید حرف بزنم بیام حرف بزنم، اونجایی که باید آبرومو بدم آبرومو بدم. اینو میگم جهاد. در جهاد یه جا شما از آبروت هم بگذر، چه اشکال داره؟ شما از مالت میگذری، از آبروت هم بگذر. بنابراین میفرماید که و صدق فی المواطن، یعنی در صحنه حضور داشته باشی. شما حاضری یا حاضر نیستی؟ نه، رفتی اون گوشه نشستی نگاه میکنی، باید حضور پیدا بکنی. و شنعان الفاسقی، کسانی که فاسقن، کسانی که فسق کردن، کسانی که از عدالت خارج شدن، کسانی که مردم رو به بیدینی کشوندن، کسانی که مردم رو به فقر کشوندن، اشتباهاتی که نمیتونیم برگردیم اون اشتباهات رو جبران کنیم. انسان شناعت نسبت به این گناه داشته باشه، نسبت به این فاسقین داشته باشه، یعنی دفع بکند اون فاسقین را. پس بنابراین ما آیه اول و دوم سوره کهف رو خدمتون گفتگو کردیم. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیه ابدا.